أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد صدق الله العظيم بارز سلام و ادب و احترام خدمت تمامية برادران وخاهران خواهران بسورة کی به صورت زنده و بإن درس گوش ميكونانديا یا کسانی ملحق مي و می و با عرض تبریک این ایام مبارکه و این ایام خجسته ایامی که آیاتی که تلاوت گردید بعضی از این آیات تقریبا در رابطه با فضیلت همین ایام هست به همین مناسبت بنده برای درس این هفته این آیات را که آیات ابتدایی سوره مبارکه فجر هستند انتخاب کردم که اگر توفیق حق یارمان باشد همراه باشد خداوند به ما توفیق بده با توجه به فضائلی که در رابطه با این ایام آمده و فضیلت اعمالی که در این ایام آمده خداوند توفیق بده که ما بتونیم قدردان این ایام باشیم و بتونیم ان الله که این اعمال را حتی الامکان انجام بدیم عشره ذی یعنی ده روز اول ذی از بهترین ایام سال هستند حتی در بعضی از روایت ها می آید روایت صحیح بخاری هست حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که طاعات و عبادات در این ایام از همه ایام از همه اعمال تر است چنان تشویق فرمودند که صحابه پرسیدند یا رسول الله اگر کسی در جهاد باشد و مشغول پیکار با کفار باشد فرمود اون را استثناء فرمود مگر اینکه کسی که در راه خدا باشد یعنی عمل کردن و انجام طاعات و بندگی در این ایام از همه ایام بهتر هست حالا سال اینجا است که آیا ایام زیحجه اشره زیحجه از اشره اخیر رمضان هم افضل تر است گرچه بعضی از علما میگویند که اشره زیحجه از اشره رمضان هم افضل تر است اما اکثر علما معتقدند که اشره رمضان فضیلتشون بیشتر هست و طاعت و عبادت در اشره رمضان افضل تر است اما بعضی ها تطبیق بیان می کنند که هر دو افضل به این صورت می گویند که اشره رمضان فضیلتشون به خاطر لیلت القدر هست لیلة القدر در یکی از اون شبها واقع شده و اشره زیهجه فضیلتشون به خاطر حج هست و خاصتا به خاطر روز عرفه هست لذا لیلة القدر در شب هست و عرفه در روز هست به همین دلیل بسیاری معتقدند که اینها با هم تعارضی ندارند اشره رمضان اون شبها بهترین شبها هستند و عشر زیهجه این روزها بهترین روزها هستند به هر حال معلوم میشه که این روزها روزهای بسیار پرفضیلتی هستند و بسیار روزهای خجسته و مبارکی هستند و سعادتمند هست اون انسانی که توفیق پیدا میکند در این روزها به طاعت و بندگی مشغول میشه. الله عزوجل سوگند یاد کرده و الفجر و لیال عشر و الشفع و الوتر و لیل اذا یسر خداوند تعالی به پنج چیز سوگند یاد می کند معمولا اهل تفسیر می خداوند تعالی وقتی که به اشیاء و به مخلوقات سوگند یاد می کند به اون دسته از مخلوقاتی که بسیار تقدس دارند بسیار مقدسند بسیار مبارکند و بسیار ارزشمندند مثلا خداوند عز و به خورشید سوگند یاد میکنه به آسمان سوگند یاد میکنه به زمین سوگند یاد میکنه به ستاره ها که اینها بالاخره بسیار از مخلوقات ازام و بزرگ هستن به کتاب های آسمانی سوگند یاد میکنه به اماکنی که در اون اماکن وحی نازل شده خداوند سوگند یاد میکنه لذا اینها سوگند به اینها گرچه سوگند الهی به معنی تأکید است این مطلب را میرساند که واقعا این چیزهایی که خداوند به اونها سوگند یاد میکنه اینها بسیار با ارزشند بسیار با اهمیت هستند لذا اینجا چند چیز اول والفجر منظور از فجر کدوم فجر هست بیشتر مفسران معتقدند که این فجر فجر دهم زیحجه هست گرچه بعضی میگویند منظور نماز فجر هست که یکی از بهترین اوقات عبادت هست اون انسانی که نماز فجر میتونه بیدار بشه و خودش را به مسجد میرسانه این دلیل سعادت دلیل ایمان و دلیل خوشبختی اون انسان هست اما بیشتر اهل تفسیر معتقدن منظور از فجر فجر دهم ذی هست یعنی روز عید قربان در روایتی داریم چون قبل از این روز عرفه هست نهم در روایتی داریم که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در نهم ذی دعا کردند که خدایا تمام گناهان امت من را ببخش الله عز وجل دعاهای رسول الله را پذیرفتند و فرمودند مگر اون گناهانی که مربوط به حقوق بندگان باشد و بعد آن حضرت صلى الله علیه وسلم روز دهم ده و صبح مزدلفه که همون فجر هست مجدد دعا کردند خدایا اون گناهانی که مربوط به حقوق عباد هست اونها را هم ببخش و اون بندگان را از طرف خودت از جانب خودت خلعتی ببخش از جانب خودت به اونها پاداش عنایت بفرما و امت من از امت من در گذر باش که به برکت اون روز اون صبح خدای عزوجل فرمود که اونها را هم بخشیدم البته علما میفرمایند منظور اون حقوقی است که خود بنده اطلاع ندارد بسیاری از حقوق هست که ما اطلاع داریم فلان از ما طلب دارد فلان بر فلانی ظلم شده بر فلانی ستم شده اون حقوق را باید خود انسان جبران بکند اما اون حقوقی که انسان اطلاع ندارد اونها را هم خدای عزوجل به برکت این فجر مورد مغفرت قرار داده لذا الله عزوجل به فجر دهم زیهج سوگند یاد کرده و لیال عشر لیال عشر شبهای دهگانه گرچه بعضی ها میگویند منظور از شبهای دهگانه همین شبها هستند همین شبهای زیحجه هستند هر دو تفسیر را مفسرین ذکر کردند هم شبهای دهگانه شبهای زیحجه و هم بعضی گفتند شبهای آخر ماه مبارک رمضان هستند اگر این شبها مراد باشند منظور اینه که بهترین اعمال در این روزها اینه که انسان روزه بگیرد تلاوت بکند ذکر و درود شریف صلوات بر آن حضرت صلی الله علیه وسلم و شبها نماز شب بخواند و وقتی که مراد شبهای ماه مبارک رمضان باشه مشخصه اون شبها اعمال خاصی دارد قیام دارد نماز دارد تلاوت دارد ذکر دارد همین اعمال هست اعمال خاصی نیست و البته یه روایت دیگری هست که من این روزها در فضای مجازی در رابطه با این روایت این روایت را زیاد از, از بسیاری از عزیزان از از منویسند و مردم در رابطه با این روایت میپرسند من امشب میخوام در رابطه با این روایت هم مقدار توضیح بدم اون روایت اینه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم که راوی این روایت حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها رسول الله فرمود من رأى هلال ذي الحجة هركسي هلال ذي هاجر رؤيت كد يعني ماهر ذي حج فرار وأراد أن يضحي که قرباني داشته باشه يعني إن إنسان إنسان متمولی بود که برای خودش در روز إيد قرباني بکشه فرمود فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره أو كما قال عليه الصلاة والسلام مهايش را خب آیا اگر ما انجام بدهیم گناهکار میشیم بسیاری از فقهای بزرگوار معتقدند که اینجا با توجه به اینکه آن حضرت صلی الله علیه وسلم نهی فرموده درست نیست صحیح نیست که ما این از کنم نظافت ها را انجام بدیم کسی اگر موی دارد موی زائدی دارد ناخونی بزرگ هست قبل از این اشک درست نیست و جایز نیست و خیلی از فقها معروف هست امام احمد ابن حنبل ایشون واجب میدانند که نباید واجب میدونند که مثل محرمین باید انسان نباید کوتاه بکند ناخونهایش را موهایش را و اما امام ترمیزی رحمه الله می فرماید و رخص بعض اهل العلم بعضی از اهل علم اینجا گفتن اشکالی ندارد میتونه انسان وقتی که نیاز دارد واقعا میتونه که ناخونهاش را هم کوتاه بکند یعنی این دستور در حد استحباب هست فقالوا لا باس بان يأخذ من شعره و اظفاره اگر انسان نیاز داشت که موهاش را کوتاه بکنن ناخونهاش را کوتاه اشکالی ندارد حالا نظر فقه های ما این هست که اگر برای کسی ممکن هست و میتونه و مشکلی پیدا نمیشه بهتر در این ایام در این ایام زی حجه موهای خودش را کوتاه نکند ناخونهای خودش را نگیرد البته این برای کسانی هست که اونها قربانی دارند و قربانی میکشند و اما اگر این دستور از کردم در حد مستحب است اگر کسی واقعا نياز داشت و مجبور بود شرائط طور بود بالاخر ناخنهار كوتاه ن ن اشكال ندار دليل علمائ ما ومحدثين حديث ام المؤمنين عائشر الله ذكر كردن اشون مفرمايد رسولاكرم صى الله علهلم قرباني وون حدية مال حج بود و قربان هس ونرا مفرستادن خود آن حضرت در مدینه طیبه تشریف داشتن قربانی خودش را می فرستاد ثم لا یجتنب شیئا مما یجتنب منه محرم یعنی اون چیزایی که محرم اجتناب می رسول الله از اونها اجتناب نمی کرد چون هنوز احرام نبسته بود با وجودی که قربانی را فرستاده بود حالا علما میگن فقها میگویند که خب مسلمه که آن حضرت صلی الله علیه و سلم بعد از اول ذی تشریف می بردند لذا حضرت ام المامین می فرما اجتناب نمی کردن و دلیل محکمتر و قویتر اینه که وقتی که از به خدمت شما وقتی که انسان ناخونهایش بلند باشه موهای زایدش بلند باشه طوری که واقعا نظافتش با, با اختلال ایجاد شده مشکل پیدا کرده در این صورت بهتر این هست که انسان کوتاه بکنه چرا؟ چون که اطهور و شطر الایمان پاکی نصف ایمان هست نظافت نصف ایمان هست یعنی وقتی که انسان موهای زائدش موهای, موهای بدنش، ناخونهایش چنان بزرگ شده باشه و چنان ناجور باشه که نظافتش مشکل داره که نظافت واجبه نظافت واجب اون در حد استحبابه انسان نباید به خاطر مستحب واجبی را ترک بکند لذا در این صورت که کسی مشکل دارد فتوای فقه های ما این هست که میتونه موهای خودش را کوتاه بکنه ناخن های خودش را کوتاه بکند ولی بهتر اینه که انسان اگر مشکلی ندارد به خاطر اینکه مشابهتی با محرمین با حاجی ها داشته باشد ان فضائل زیادی هم دارد و با توجه به که آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند فلا یاخذن علی ای حال این در رابطه با بعضی از اعمال که در این روزها باید انجام بدهیم خداوند در ادامه می فرماید و شفع سومی چیزی که سوگند یاد می کند به جفت و الوتر تاغ جفت می دونه عدد جفت و عدد تاغ اما منظور چیه؟ بسیاری گفتن و منظور چون در روایتی هم تایید میشه شف دهم ده زیحجه هست و الوتر نهم زیحجه یعنی روز عرفات است خدای عزوجل مجددا به منظور تاکید بیشتر و به منظور اینکه اهمیت این روزها را نمایانتر و مشخصتر بفرماید به اینها سوگند یاد میکند کند معلوم میشه که اینها بهترین ایام هستند بهترین روزها هستند و هیچ روزی از این روزها بهتر نیست بالخصوص روز عرفات که کسی که روز عرفات روزه میگیرد روزه اون مثل این هست که یک سال قبل یک سال جلوتر و یک سال بعدتر روزه گرفته یعنی ثواب دو سال روزه به او میرسد این ایام ایامی هستند که از این ایام همونطور که عرض کردم از این ایام بهترین ایامی نیست و در روز شفع که روز عید قربان باشه اون قربانی که انسان میکشد که خود آن حضرت صلی الله علیه و سلم هم ذبح کردند قربانی کشتند هیچ عملی بهتر افضلتر از اون عمل نیست اگر مثلا ارز میکنم قیمت قربانی ده میلیون باشد شما بگید ما بجای ملیون صد ملیون به جای ده میلیون صد میلیون صدقه میدهیم به فقرا اون صد میلیون شما به این ده میلیون نمیرسه چرا در ایام دیگه شما صدقه بدهید کفش بخرید لباس بخرید ما را خریداری بکنید اما در این روز این ریختن خون برای تقرب الله عزوجل برای خوشنودی الله چون دستور خدای عزوجل وجل هست سنت خلیل هست و سنت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم هست هیچ عملی محبوبتر و تر و زیباتر از این عمل به نزد الله عزوجل نیست البته برای کسانی که دارند مال اضافی دارند قربانی بکشند گوشت را خودشون هم میتونه استفاده بکنن برای مهمان ها برای فقرا مستحب اینه که یک سوم را به فقرا بدهن یک سوم را برای مهمان ها پذیرایی بکنن یک سومشون را خودشون میل بکنن بالاخره این روزها از این بابت که بهترین اعمال که این قربانی را در هیچ روزی از روزهای دیگر به غیر از این سه روز عید شما نمیتونید بکشید لذا از این جهت این روزها افضل هستند این روزها دارای کرامت هستند اما بعضی میگویند که منظور از شفع و وتر نمازها هستند چون در روایتی دیگه این هم تایید میشه یعنی خدای عزوجل به نمازهای جفت مثل درکتی چهار و و نمازهای تاغ مثل سرکتی سوگند یاد میکن معلوم میشه که نماز هم پیش خدای عز عمل عزیز و عمل محبوبی هست که خدای تعالی اونها را مورد تأکید قرار میده و اونها را شاهد میگیرد و لیل اذا یسر و پنجمین چیز که الله عز اینجا سوگند یاد کرده این وقت هم یکی از اوقات مبارک هست و از بهترین ساعت ها هست اون ساعت شب اما اون ساعتی که شب داره میره اذا یاسر داره میره و لیل اد ادبر در جای دیگه فرموده وقتی که شب پشت میده و میره این لحظه لحظه سحر است آخر شب هست و آخرین لحظات شب است این وقت هم بسیار وقت مبارکی هست یعنی وقت قیام وقت تحجد الله عزوجل در این وقت رح اون طوری که در حدیث می آید رحمت های پروردگار به نزدیکترین مکان از ما یعنی در آسمان اول قرار می گیرد و ندا سر می دهد که آیا کسی هست که از من پروردگار مغفرت بخواهد و من او را ببخشم لذا این چند چیزی را که الله عزوجل سوگند یاد کردن در واقع اهمیت اینها اهمیت فجر چه نماز فجر باشه چه دهم زیحجه باشه روز عید قربان و لیال عشر اهمیت این ده شب زی حجه یا ده شب ماه مبارک رمضان و شفع چه عرفا و الوتر چه عرفه و عید قربان باشه چه نمازهای تاق و جفت باشه و لیل ادای و این وقت تهجد وقت آخر شب معلوم میشه اینها از مبارکترین شبها و روزها هستن که بر ما می گزرن. مثل ابر بهار از سر ما رد میشن ولی متاسفانه ما بندگان از این فیض عظیم الهی غافل هستیم خوشا به حال انسان های قدردان و انسان هایی که بلد هستند چگونه از این فرصت های طلایی و از این موقعیت های ارزشمند پروردگار کمال استفاده و کمال بحره را ببرند بعد از این خداوند می هل فی ذلك قسم الذی حجر این استفهام هست سوال هست استفهام تقریر میگن به معنی اثبات به معنی تایید یعنی این سوگندها ها که خدا ذکر میفرماید اینها درس هستند عبرت هستند برای عاقلان عاقلان را اشاره کافی هست یعنی اونها از این سوگند های الهی درس میگیرند اما بحث اینجاست که خداوند به اینها سوگند یاد کرد به این اماکن و به این ازمنه زمانهای خاص مکانهای خاص و ارز کنم خدمت شما بیشتر اینها زمان بودند به اینها خداوند عزوجل سوگند یاد کرد جواب سوگند چیه بسیاری از اهل تفسیر میگن بعدن یه آیه میاید ان ربک لبالمرصاد جواب این سوگند از اون آیه گرفته شده یعنی خداوند سوگند میخورد که ای بندگان من سوگند به مشرفترین و افضلترین و بهترین ساعت تا این سال و ماه و روز که عذاب الهی و معاخزه الهی در پیش است بترسید بندگان از خدای عزوجل پروا داشته باشید و بی پروا نباشید لا نباشید چند صباح دنیا را به غفلت و به خدا فراموشی سفری نکنید خدای عزوجل برای اینکه شما جبران گذشته بکنید بهترین ساعت را بهترین لحظات را بهترین اوقات را برای شما داری معرفی میکنه از این اوقات حد اکثر استفاده را بکنید از غفلت خدا فراموشي فاصله بگیرد والا اگر پوشت داديد به پيامهای الهي اگر بيتوجهي كردید اگر ایمان نداشتید اگر باور نداشتید اگر استهزا كردید و به بعدم تمسخر گرفتید اون وقت الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارمذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد که فرصت نیست این آیات را تفسیر بکنم خلاصه از می کنم خدای عز از چند قوم سرکش و متمرد اقوامی که از نظر قدرت ظاهری هم بسیار تنومند بسیار قوی بودن مثل قوم عاد قوم سمود و فرعون و قوم فرعون الله می اینها ره ببین فصب علیهم ربک صوت عذاب خدای عز وجل رب بزرگ تو تازیانه عذاب را بر سر اونها زد وقتی که اونها تمرد کردند سرکشی کردند معناش اینه که ا اي بندگان من شما متمرض نباشید شما غافل نباشید شما سرکش نباشید و شما به سوی پروردگارتان به سوی رب مهربانتون برگردید و از این موقعیت های طلایی که خدا برای شما فراهم آورد فرموده حد اکثر استفاده را بنمایید خدای عزوجل به ما توفیق بده ما قدردان نعمت های الهی باشیم این روزها از همون نعمت ها هستند ما به قول مولانا رومی رحمت خدا بها